سلام بینندگان شبکه آسیای مرکزی. 14 می برنامه خبری امروز است. طولی چند دقیقه با شما هستم. شهرت رحمت الله توجه کنید و موضوع خبرها. ضربه های جانکاهی کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان. اظهار نظر سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان. کمیته دولتی امنیت ملی به بازداشت ساکنان ادامه می دهد. این دفعه جان و راننده سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بردند. چرا مسئولین شماره واقعی فوتیدگان را پنهان می دارند؟ فرق آمار رسمی مرگ و میر ساکنان از کووید 19. اهدای کمک های بشردوستانه از نام خود، با قول کمکی اوستا گروپ به بیمارخانه در دوشنبه. رحمان به پزشکان سپاس گفت، اما خود طبیبان این زمان در چی حالند؟ بلا بالای بلا، آفت طبیعی هم ضرر می رساند. فراگیرشوی کرونا ویروس به نشاندادهای اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان تأثیر منفی رسانیده است. این سخنان را وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین در مشورت غیر نوبتی وزیران کارهای خارجی دولتهای عضو سازمان همکاری شانهای که اولین بار در شکل ویدیو کنفرانس برگزار شد بیان داشته است. ضمن سخنرانی خود وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تأثیر منفی همگیری جهانی را به نشان دهنده های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان قید کرده مسئله کاهش دادن تلفات درآمدی بودجه جمهوریوی را مطرح نموده است. سراج الدین مهرالدین همچنین به همتایان خود درباره دیگر مسئله های وابسته به همگیری پیش از همه ضرورت تأمین امکانیت های ترانزیتی و کمونیکاسیونی و امنیت آذوقه‌واری، اینچنین تأمینات تجهیزات طبی و دارووری معلومات داده است. وزیر خارجه تاجیکستان چالش ها و تهدید های از افغانستان براینده را مطرح کرده ضرورت تحکیم بیشتر سرحد دولتی تاجیکستان و افغانستان را تاکید نمود. رهبران اداره سیاست خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری شانهای اینچنین مسئله آمادگی به جلسه شورای سران دولت‌های عضو این سازمان و دیگر چاره‌بینی‌ها را در چهارچوب ریاست فدراسیون روسیه در سازمان همکاری شانهای بررسی نمودند. در انجام مشورت اظهارات وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری شانهای در رابطه با پهنشوی کرونا ویروس کووید 19 قبول گردید. سیفوف حکمت الله راننده سابق و رحمت الله محمدعلی یک کارمند سابق با نرزالله‌زاده جمشید جیان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری از طرف کارمندان مقامات امنیتی تاجیکستان بازداشت و تا شام امروز در اداره کمیته دولتی امنیت ملی بازپرسی شدند. سبب اظهار این سه نفر با کمیته دولتی امنیت ملی و جزئیات بازپرسیشان معلوم نیست، اما طبق اطلاع یک منبع آنها را مجبور به سخنرانی نزد دوربین ثبت کردند. جزئیات این سخنرانی هم معلوم نیست. سامانه پیام ناشر این خبر تخمین میزند شاید آنها را مجبور به موقع گیری علیه انتقادهای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی تاجیکستان در مسائل اخیر یعنی سهلنگاری حکومت در پیشگیری ویروس کرونا کردند. این سه نفر سال 2015 بعدی به اصطلاح کودتای حاجی حلیم بازداشت شده بعدی 1.5 سال طبق قانون عفو به آزادی برآمده بودند. پس از بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 صدها نفر از اعضای قطاری تا رهبریت عالی آن از جانب مقامات امنیتی دستگیر و حالا در زندان ها ادای جزا میکنند. حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در آشوب نافرجام حاجی حلیم در سال 2015 شریک می حسابد، اما این حزب خود این آشوب و شریک ساختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را یک نقشه تحریریزی شده مقامات برای دور ساختن حزب از صحنه سیاسی در کشور می شمارند. راستی دیروز برای ما روزانه تقریبا ساعت 12 روز بود زنگ زدم و خبر دادند که پدرت را بردند به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و پرسان کردیم که یعنی هدف از بردنشون چیه و تا بیگاه ندونستیم که یعنی برای چی بازپرسی شدن و دعوت شدند. از ساعت 7 سحر دعوت شده بودند تا نماز شام.
یعنی در این رمضان، در این وقت کارانتین، این چیزها رو به نظر نگرفته، آنها رو دعوت کردن و بعدا قضیه رو در گرفته میفهمیدیم که آنها میخواستیم که از اینها یعنی نوار بگیرن و مجبور میکنن که با مقابلی خشی تباران، یعنی که با مقابلی مردمی که در بیرون قرار دارن حرف بزنن. و مثل که به این کار راضی نشدند و یا خزیه چیز دیگر بود پراتر شهر ندادند، اما امروز باز صبح بر وقت ساعت 7 سحر آنها را بردند و باز همون امنیت برای بازپرسی و امروز تقریبا نماز شام شده است و تا حال از آنها خبری نیست و یکم پیامی نیست که آنها را جواب میتین یا که میمونن یا که برای چی هست، تا حال درکشان نیست. 23 نفر بر اثر ابتلا به کرونا ویروس جان خود را از دست داده است و 801 نفر از این بیماری بستری اند. این معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در 2 هفته اخیر است که روز 13 می اعلان داشت. در حالی که در شبکه های اجتماعی چنده از ساکنان از درگذشت نزدیکان خود از کووید 19 خبر دادند، وزارت همان معلومات واقعی را پنهان کرده میگوید در شبانه روزی اخیر هیچ کس از این بیماری نفوتید. این در حالی است که در فهرست غیر رسمی قربانیان کووید 19 در شبانه روزی گذشته نام 30 نفر فوتیده وارد کرده شده است. در عموم در این روی خط نام 224 نفر را گرد آوردند. فرق بین آمار رسمی و آمار به اصطلاح مردمی در تاجیکستان زیاد است و بسیاری ها به این دلیل رقم های اعلان شده از طرف وزارت تندرستی را زیر شبهه می گذارند. مقامات می گویند تا 13 می در شفاخانه های سراسری کشور بیش از 4100 نفر زیر نظارت پزشکان هستند و در شبانه روز اخیر 547 نفر از مؤسسه های تندرستی به خانه هایشان جواب داده شدند. ولی دقیق گفتن نشده است که این افراد با شبهه کرونا ویروس بستری اند یا التهاب شوش و یا بیماری دیگر. به اطلاع رسمی مورد نخستین سرایت کرونا ویروس به ساکنان کشور روز 29 اپریل ثبت شده است. تا آن زمان مقامات تاجیکستان افزایش بیماران در شفاخانه ها و مرگ پی هم چند از ساکنان را در دوشنبه و ختلان و سوخت و بیماری التهاب شوش یا پنیومنی ربط می دادند. در همین حال نمایندگان هیئت سازمان بهداشت جهانی که در یک آنلاین کنفرانس مطبوعاتی صحبت می کردند اشاره کردند که از معلومات آلترناتیوی آگاهند و آنها را خواهند آموخت. این هیئت گفت که تاجیکستان حالا مرحله پهنشوی کووید 19 را طی می کند و این امکان وجود دارد که در هر 3 روز شماره گرفتاران تا 2 برابر افزایش پیدا کند. حالا در بگاه 14 می وزارت تندرستی شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس در تاجیکستان را 907 نفر گفت. تعداد جان باختگان به 29 نفر رسیده است. نکویشیو اما کرونا ویروس اینا دیدی وجه دمو داره برابر گرکن نیست. آنهای برده یک کلان تومه تومه والو خواستم هم ماشای کرونا ویروس ایرمی اخی ندارای تلویزیر در اکلام نمیدانم بو خدر مردگی هم خرمونی. کمک شرکت وطنی اویستا گروه به بیمارخانه های پایتخت به مبلغ 2.5 میلیون سومانی کمک در سرخط رسانه های دولتی و به خصوص شبکه های تلویزیونی قرار گرفت. رسانه های دولتی آن را در پیروی به اقدام های بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت و تشبث و اقدام های سازنده رئیس شهر دوشنبه معرفی کرده گزارش دادند که اویستا گروه و مؤسسه های طبی پایتخت 53200 عدد لوازمات ضروری طبی از قبیل لباس های مخصوص طبی برای طبیبان در حجم 10000 عدد، عینک های حمایت کننده طبی 10000 عدد، دستپوشک های طبی 10000 دانه، نقاب های مخصوص پلاستیکی حمایت کننده 5000 عدد و نقاب های طبی 18200 عدد به طور رایگان سپریده است.
شارح پیام که این مسئله را پیگیری کرده است می نویسد امروزها صاحبکاران و شرکت های زیاده به بیمارخانه ها و طبیبان و بیماران کمک می کنند. حتی پیرزنانی هستند که از آخرین محصولاتی در خانهشان باقی مانده خوراک پخته به طبیبان و بیماران می برند. یا زنانی خانشینه که به پولهای سالها جمع کرده اشان متاع خریده به طبیبان دستپوش و نقاب و لباس محافظتی می دوزند. شماری صاحبکارانی موفقه که حجم کمکشان از اویستو گروه کمتر نیست هم زیادند. اما کمک این خالدینگ یک بار تمام رسانه های دولتی را بیدار کرد و همه یک جایه شروع به ستایش این اقدام بشردوستانه و خیرخواهانه نمودند. سبب البته اینجا یک تاست. این خالدینگ به رستم امام‌علی تعلق دارد. تنها 30% سهم خالدینگ مالی برادران میرزایف ها بوده، 70% به شهردار دوشنبه و پسری رئیس جمهور متعلق است. معلوماتی دسترس کرده سامانه پیام نشان می دهد که رستم امام‌علی و اویستو گروه به یک قلابی در سطح عالی دولتی دست زده به 9 میلیون ساکین کشور دروغ گفتند و دزدی کردند. کمک هایی که چون سخاوت بزرگ و اقدام خیرخواهانه و بشردوستانه اویستو گروه معرفی گشتند، اصلا به این شرکت کمترین بستگی ندارند. اگر تنها همین را به نظر نگیریم که با ماشین های این شرکت به بیمارخانه ها برده شدند، در این مسئله هم حرفی گفتنی داریم که پایان تر برمیگردیم. این کمک های رسیده از چین است که رستم امام‌علی و شرکتش با تمام پررویی از خود کرده و از نام خود به بیمارخانه ها بردند. طبق اطلاعات دریافتی حتی یک نقاب از این کمک 2.5 میلیون سومانی به اویستو گروه متعلق نیست. همه آن کمک بشردوستانه چین است. حتی عکس و نوارهایی که رسانه های دولتی و مستقل نشر کردن نشان می دهند که در قطعه ها پرچم دو کشور چسبانده شده است. ضمن نه تنها اویستو گروه همچنین شمس‌الله صاحبوف، داماد امام‌علی رحمان و آزاده رحمان، دختر امام‌علی رحمان هم در این روزها به تقسیم و توزیع کمک های سرچشمه اشان مشکوک دست زده ایستادند که باعث سر و صداهای زیاد در میانی اهالی کشور گشته است. از جمله سوال اساسی این است که چرا اساساً و تنها نزدیکان امام‌علی رحمان می توانند کمک کنند؟ پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان با رئیس ولایت سوخت، رئیسان شهرهای کلاب، نارک و ناحیه های وخش، فیض آباد، نور آباد، رشت و لخش گفتگوی تلفنی انجام داده اوید به جرایان کارهای پیشگیری از پهنشوی ویروسی کووید 19 گزارش های آنها را شنیده است. خبرگزاری تاجیکتا می نویسد که پرزیدنت رحمان به راهبران ولایت و شهر و ناحیه های ذکر شده بابت مقصدناک و سراغوی رساندن کمک های رسیده، تأمین طبابت خانه ها با مواد ضروری طبی، دارواری و خوراکی، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی به بیماران، تأمین شرایط مساعد خدمت رسانی به گرفتاران این بیماری و تقویت بخشیدن تدبیرهای سانیتاری و گیگینی میان اهالی و مرکزهای خدمت رسانی دستور داده است. امام‌علی رحمان به همه طبیبان و کارمندان ساحه طب که در مبارزه با این بیماری و طبابت بیماران مشغولند اظهار منتداری نموده و از رئیسان نواحی ولایت خواسته است که عرض سپاس او را به آنها برسانند. یادآور می‌شویم که رحمان از فوند ذخیروی پرزیدنت 12.4 میلیون سومانی برای افزایش معاش کارمندان طب جدا کرد. گفته می‌شود که این مقدار مبلغ برای 3 ماه به معاش طبیبانی که به معالجه کووید 19 مشغولند اضافه کرده می‌شود. اما اظهارات سپاس رحمان از پزشکان در حال است که برای یک قسم آنها سر و لباس محافظتی نمی‌رسد و برخی هم از نگرفتن معاشهایشان اظهار نگرانی کردند. در برخی از شهر و نواحی مردم برای طبیبان پول جمع کردند تا که سر و لباس بخرند و در برخی دیگر از شهر و نواحی برای آنها خوراک و غذای گرم دسترس میکنند. شماره از طبیبان که در کلینیکای معروف به منصوروف دوشنبه با معالجه این بیماری مشغول بوده اند خود گرفتار میشوند. اما طبابت آنها را رد و حتی از کتهای خواب بیمارستان بیرون می اندازند. حالا آنها یک خانه را اجاره گرفته و به خاطر سرایت نکردن به اهل آیله خود را منزوی کردند.
در رسانه ها از هلاکت دست کم 10 نفر از طبیب و پرستار که به طبابت مشغول بودند خبرها به نشر رسیده بود. بارانگری های پی در پی و شدید حادثه های ریزش سنگ و آمدن سیل در منطقه های کشور را به بار آورد. کمیته حالت های فوق العاده خبر می دهد که باران شدید لای لایقه عظیم را جمع آورده راه ها را در ناحیه های شهرستان و بونجیکت بسته در راه های بین دهاتی ناحیه های ترسونزاده و حصار سیل مشکلات به بار آورد. برای برطرف سازی عاقبت های این آفت های طبیعی با استفاده از تکنیکای مخصوص راه ها از لای لایقه پاککاری و حرکت ماشین ها از سر گرفته شدند. گفته می شود همچنین در جماعت نافراج ناحیه استرفشان باران شدید زراعت های کشاورزی را زیر آب کرده، حالا در جای حادثه کمیسیای حالت های فوق العاده فعالیت دارد. صبح 14 می در نتیجه باران های شدید در راه ماشینگرد نوروباد لخش در کیلومتر 94 95 و 101 و 103 ریزش سنگ به عمل آمده راه موقتا بسته شد. برای برطرف کردن عاقبت این آفت طبیعی 2 تکنیکای مخصوصی راهروبی جدا شد. حالا حرکت ماشین ها برقرار شده است. بگاهی 13 می در ناحیه یوان با پرتاب 5 مشک ضد ژاله الازن 6 2 منطقه خوفناک و در ناحیه دنغره با پرتاب 2 مشک 1 منطقه خطرناک به ضرر گردانیده شد. در برخی از جماعت های ناحیه غانچی آنچنان کاربران شبکه های اجتماعی عکس و تصویرهای را از آن منظره ها انتشار کرده اند، ژاله شدید و دانه کلان بریده است که به درختان و زمین های کشت خسارات زیاد رسانده است. کمیته حالت های فوق العاده بار دیگر به ساکنان و مهمانان کشور خاطر رسان می کند که تا روز 15 می هوا در سراسر مملکت همین گونه پربارش باقی مانده، همانا خطری آمدن سیل، ریزش سنگ، بالاروی سطح آبی رودخانه ها تهدید میکند. در همین ارتباط از اهالی کشور درخواست شده است که در چنین روزها خیلی احتیاط کار باشند. سفارت امریکا در صحیفه رسمی فیسبوکیش از حمله ها بر رسانه های مستقل تاجیکستان به خصوص از حمله خشونت آمیز به خبرنگاری آسیا پلوس عبدالله غربتی اظهار نگرانی کرده است. در این رابطه سفارت امریکا از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است که عاملان این حمله آشکار و به جوابگری کشیده شوند و مقامات تاجیکستان باید برای روزنامه‌نگاران شرایط تأمین کنند که بدون ترس انتقام بتوانند فعالیت کسبی خود را انجام بدهند. در اظهارات سفارت امریکا که از نام معاون اول یاور وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا الیس ویلز نشر شده است، همچنین گفته می شود. حقوق دسترسی و مبادله اطلاعاتی با اعتماد درباره وضعیت تندرستی در تاجیکستان خصوصا در زمان بیماری همگیری کووید 19 برای حفظ سلامتی اهالی خیلی مهم است. در چنین شرایط ما باید از روزنامه‌نگاران در امر نشر معلومات معتمد حمایت کنیم. یادآور باید شد که عبدالله غربتی خبرنگاری 23 ساله خبرگزاری آسیا پلوس در دوشنبه روز 11 می مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته بود. باید گفت که وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان سال تا سال بدتر می شود. موافق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ماه اپریل تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در میان 180 کشور در مقام 161 جای گرفت. این هم در حال است که تاجیکستان سال 2018 در جای 149 بود. در 2 سال اخیر به قول این سازمان شرایط کار مطبوعاتی مستقل در تاجیکستان سنگین تر شده است. بینندگان عزیز، اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. اگر پیشنهاد دارید و یا عکس و نوار جالب به ما طریق پشت الکترونی تلگرام واتساپ وایبر و ایمو به رقم 48519 767 404 بفرستید. خیر تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.